مدتی قبل خبر جدایی زود هنگام زوج هنرمند آزاده نامداری و فرزاد حسنی در رسانه ها رسما اعلام شد. آزاده نامداری در مصاحبه این خبر را رسما اعلام کرد. این دو چهره تلویزیونی که مثل چهره های دیگر مورد توجه رسانه ها و مخاطبانشان بودند، روزهای اول با اشتیاق در مورد عشقشان مصاحبه می کردند و با خبرنگاران گپ می زدند. هنوز مدت زیادی از مصاحبه های متعددشان نگذشته بود که خبر طلاقشان نقل محافل شد. این بار آزاده نامداری پیش قدم شد و در مصاحبه‌ای تلویحاً شایعات گفته شده را به خبر داغ روز تبدیل کرد. فرزاد حسنی مدت هاست با مطبوعات مصاحبه نکرده و خلاف همسر سابقش سکوت اختیار کرده. اما آزاده نامداری با روزنامه ها و مجلات مصاحبه های متعددی داشته و به قول خودش در مورد کار، فلسفه، عشق، دنیا و همه چیز حرف زده است. نامداری می گوید من یک خودخواهی دارم. برای من مهم نیست که یک نفر چقدر دوستم دارد، بلکه برای من مهم است که خودم چقدر کسی را دوست دارم. اصلا حاضر نیستم این امتیاز را به شخصی بدهم که کنارش باشم چون او مرا دوست دارد و از این که با کسی است که دوستش دارد لذت ببرد، اما من نصف او لذت ببرم. چند ماه بعد در برنامه زنده باد زندگی این زوج در کنار هم قرار گرفتند. نامداری در مقابل دوربین گفت مشابهت‌های ما خیلی زیاد بود. من برای تفکر مشترک داشتن خیلی اهمیت قائل بودم. او گفته بود من آن آزاده نامداری که تصور بیرونی مردم است نیستم. تصور بیرونی این است که من خیلی شیطونم و زیاد حرف میزنم، اما من آدم آرامتری هستم. فرزاد با حقیقت من ازدواج کرده، نه تصویر بیرونیم. نظر کارشناس سیب سبز این بود در جامعه امروز ما جوانها به ازدواج یک دید تخیلی و غیر واقعی دارند که معمولاً بعد از ازدواج اصلاح می شود و آسیبهایی را با خود به دنبال می آورد. مثال بارزش آشنا شدن با کسی است که به هر دلیلی به نظر جذاب می رسد. درست در این مقطع باید احساسات مدیریت و یک تصمیم عاقلانه اخذ شود. رابطه جدی مشترک اگرچه شاید در شروع بر حسب تصادف پیش بیاید، اما صرفاً یک تصادف نیست، بلکه دو طرف باید بر اساس گفتگو و شناخت همه جانبه به یک سناریوی مشترک دست پیدا کنند. تفکر مشترک در ازدواج مهم است، ولی در مواقعی اگر زن و شوهر مکمل هم باشند زندگی خوب پیش می رود. هوشمندی در این است که طرفین تشخیص بدهند کجا و چطور عمل کنند. نامداری در مصاحبه بعد از جداییش با روزنامه سبا که واکنش‌های زیادی را همراه داشت، به صحبت‌هایی که در مورد حضورش در ویژه برنامه عید در کنار فرزاد حسنی مطرح می‌شد، اینطور پاسخ داد: قبل از اینکه همسر کسی باشم، مجری تلویزیون هستم. کارم را دوست دارم و دوست دارم تجربیات خوبم را تکرار کنم. من 3 سال مجری سال تحویل بودم. سال اول با جعفر خسروی، سال دوم با احسان علی خانی و سال سوم با فرزاد حسنی. حالا ممکن است حالت خوب باشد و برنامه خوب شود و ممکنم هست که حالت بد باشد و برنامه بد شود. او پیش از این مصاحبه و در ماهای اولیه زندگیشان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود میخواهم همه چیز صادقانه باشد. یک دهه زندگی نکرده ایم که خیلی تجربه داشته باشیم. به نظر من 2 تا آدم باید با هم رفیق بمانند و به همین خاطر نباید منشان خیلی بزرگ باشد. وقتی من بزرگ باشد به اشتراک رسیدن با یک آدم سخت می شود. کابوس من این است که یک روز احساس کنم مهم شدم و همه ی فلش ها به سمت من برگردد. الان یک مایی تشکیل شده و دیگر من مهم نیست. نامداری که در مصاحبه با روزنامه سبا حالش را چیزی بین خوب و بد تصویر کرده بود گفت
کاراکتری دارم که اشتباه کردم و اشتباه زیاد می کنم و متاسفانه فعل خواهم کرد را هم می توان به آن اضافه کرد. چون اشتباه کردن را جز حقوقم می دانم، اشتباه می کنم و می گویم دوست داشتم که این کار را انجام دهم. می خواستم ببینم چه جوری است. در علم روانشناسی به این جور آدم ها می گویند فلانی آدم ریسک پذیری است و من هم جز همین دسته هستم. دویدن، نشستن، شکست خوردن و دوباره پا شدن جزی از زندگی من است. نظر کارشناس سیب سبز این بود. مفهوم ریسک کردن خودش به تنهایی یعنی به استقبال خطر رفتن و پذیرش خطر. حالا وقتی با صفتهایی همراه باشد که زیاد با خطر دست و پنجه نرم کنند، خطرناک می شود. کسانی که رویه خطرپذیری بالایی دارند، باید بیش از بقیه مراقب خودشان باشند، چون این ریسک کردنها یا به نفعشان تمام می شود یا به ضررشان. پس در زندگی یا خیلی اشتباه می کنند و خیلی شکست می خورند یا خیلی موفق می شوند. آدم های خلاق معمولاً بیش از بقیه به دل خطر می زنند. اینها همان گروه دوم هستند، اما از آنجایی که شکست خوردن تبعات روحی فراوانی دارد، گروه اول باید چاره‌ای بیاندیشند. در مجموع خود فرد می تواند زندگی و حالش را بررسی کند و بفهمد به کدام گروه تعلق بیشتری دارد. می خواهیم به مصاحبه های این زوج در روزهای اول ازدواجشان بازگردیم. مصاحبه‌ای که آزاده نامداری در آن گفته بود، هیچ وقت شجاعت این را نداشتم نفر اول باشم که به کسی بگویم دوستت دارم. متاسفانه روابط عمومی خوبی هم ندارم. به طور کل سختم است با کسی که برای اولین بار میبینم شروع به حرف زدن کنم. شاید عجیب باشد، اما من برخلاف خیلی از دوستای مجریم اصلا نقل مجلس نیستم و اصولا جایی ساکت می نشینم و به آدم ها نگاه می کنم تا یخم آب شود. مصاحبه نامداری با روزنامه سبا بیشتر از هر چیزی مواضعش در مورد ازدواج و جدایی را روشن کرد. او گفته بود آزاده نامداری که الان روبروی تو نشسته قطعا زندگیش آبستن یک اتفاق بوده و هر جوری هم که مدیریت کرده نتوانسته جلوی منظر بیرونی این اتفاق را بگیرد. اما من اصلا سعی نمی کنم که بگویم این اتفاق نیفتاده یا مقصرش فرد دیگری بوده. من می خواهم بگویم این اتفاق می تواند در زندگی هر کسی بیفتد. آدم ها می تواند خیلی خوب باشند ولی برایشان اتفاقات تلخ بیفتد. عکسش هم صادق است، ولی در کل من معتقدم باید مسئولیت اتفاقی را که افتاده بپذیرم. من مسئولیتش را بر عهده می گیرم. من همانم، همان آزاد نامداری سابق. فقط یک کم بزرگتر شدم و بیشتر می دانم و بیشتر می فهمم. در ماه سوم سال 92 آزاده نامداری و فرزاد حسنی که پیش از این به عنوان دو مجری در کنار هم دیده شده بودند، خبر ازدواجشان را علنی می کنند. خانومی که شما باشید یک قبله پشت چشماته که مغناطیس رد کرده. تو احساسی به هم می دی شبیه غیرت تختی. این بخشی از شعری بود که فرزاد حسنی در مقابل دوربین‌های برنامه صبحی دیگر به همسرش تقدیم کرد. آزاده نامداری همان روزهای اول ازدواج هم اهل مصاحبه کردن بود. به خبرنگاران مطبوعاتی نه نمی گفت و قصه عشقشان را شجاعانه به زبان می آورد. اسفند ماه 92 بود که خبر طلاقشان که علنی اعلام نشده بود در محافل گوش به گوش می پیچید. اما حضورشان در ویژه برنامه نوروز 93 در کنار هم تا اندازه‌ای به این شایعات پایان داد. فرزاد حسنی در ماه‌های بعد از طلاق میلی به گپ زدن با رسانه‌ها در مورد زندگی خصوصیش نداشت. اما آزاده نامداری کمی با مطبوعات خودمانی شد و از حرفایی که به قول خودش در مورد موضوع طلاقشان گفته نشده بود و تنها نگاهش به زندگی را روشن کرده بود، حاشیه های بسیاری بیرون آمد. آزاده نامداری در واکنش به انتقادات از مصاحبهش با سبا گفت
در این مصاحبه ها کلمه طلاق را به زبان نیاورده و توضیح داد من یک زن کاملا سنتی ایرانی هستم و در مرام و ادبیات خودم و خانواده‌ام نیست که بروم جار بزنم، من جدا شده‌ام.